نشرنا بطي برنامه تلوتي پیغام منظور شماست. السلام علیکم. در مجلس فعالان شهری پنجکنت نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی دوام نیم سالی اولی سالی روان تحلیل و بررسی گردیده نقشه وظیفه ها برای نیم سالی دویم مشخص و معین شدند. در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهری پنجکنت، مجلس فعالان اید با جنبست نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهری پنجکنت در نیم ساله اول سال روان تحت ریاست رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده با اشتراک نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد، معاون رئیس ولایت انور یعقوبی برگزار گردید. در آغاز جلسه معاون رئیس شهری پنجکنت دوست بایزاده خسرو در باره جنبست نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر در نیم ساله اول سال جاری معروضه نمود. در معروضه تاکید شد که در این دوره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکنت برای سالهای 2021-2025 از آغاز 61.4% فایز به اجرا رسانیده، نقشه قسم درآمد بودجت با نظرداشت انداز اجتماعی غیر بودجتی 99.2% اجرا گردیده به بودجت 624.1 میلیون سومانی وارد شده است. کشاورزان در میدان 670 گکتر کشتی تکراری گذرانیدند و این کار ادامه دارد. در دوره حساباتی در حدود شهر پنجکنت بیش از 110 هزار بیخ نهال‌های میوه‌دهنده، سایه افکن و آرایشی، گل و بوته‌های موسمی شینونی در میدان 27 گکتر باغ‌های نو بنیاد و در 23 گکتر باغ‌های کهنه برقرار کرده شدند. طبق نقشه چاره‌بینی‌ها با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، هزار انشاءات تعینات گوناگون بنیاد و از نو سازی می‌شوند و تا آخر نیم ساله اول سال جاری 460 انشاءات تعینات گوناگون به استفاده داده شد که این 56.7% فایز نقشه پیش بینی شده را تشکیل می دهد. حالا در شهر بنیاد 35 بنای بلند آشیانه با مرکزهای سودای و خدمت رسانی، دو بنای ماموری، دو بیمارخانه، 5 بنای مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و یک مهمانخانه ادامه دارد. در حسابات همچنین وضع ساحه‌های معارف و تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی، سیاحی، خدمت‌رسانی، کار با زنان و آیلا و دیگر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر تحلیل گردیده گفته شد که با جلب تکنیک و مکانیزم‌ها عاقبت‌های آفت‌های طبیعی آخر ماه ایون اساساً برطرف کرده، در این سمت حالا کارها ادامه دارند. ضمن بررسی معروضه، معاون رئیس ولایت سغد و رئیس شهر پنجکنت از مسئولان ساحه‌های گوناگون، رهبران یک قطار تشکیلات و مؤسسه ها، جماعت های دهات، محله های شهر پرسیش به عمل آورده، توجه آنها را به بهداشت کارها، تحلیل وضع واقعی ساحه ها، اعتبار جدی به تقویت کارهای ترغیباتی، اصلاح نقصان های جای داشته، با نشان دهنده های خوب جنبست نموده سال روان که مرحله مهمی آمادگی به 35 سالگرد استقلال دولتی کشور است جلب نمودند. ملاقات نوبتی رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده همچون وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سغد از حوزه انتخاباتی پنجکنت تحت رقم 23 با انتخاب کنندگان برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. ملاقات نوبتی رئیس شهر پنجکنت وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سغد از حوزه انتخاباتی پنجکنت 23 با انتخاب کنندگان برگزار شد. رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده با اشتراکچان ملاقات اساساً درباره رفت اجرای دستور و سپارش های اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وظیفه گذاری های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت سغد رجبای احمدزاده، وابسته به وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرم
بازگردانی به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سخن گفت. رئیس شهر پنجاکنت به حاضرین اطلاع داد که ضمن ملاقات با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین که سنه 9 مرد از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان بیان شده بود، وابسته به اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی توجه ظاهر نموده، از مسئولین دعوت کردند که باید پیش راه زیاده‌روی، بیگانه پرستی و رعایت نکردن طلبات قانون‌های مذکور گرفته شود. با انتخاب کنندگان و رهبران مسئول پیشنهاد شد که ما باید همگان دست جمعانه با شکرگزاری از وطن امن و آباد دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت را با مسئولیت بلند مورد عمل قرار دهیم و شهر و دهاتمان را باز هم آباد و زیبا گردانیم. زیرا این وطن، این دیار زادگاهی ماست. تنها ما فرزندانی با آر و ناموس در آبادانی، سبز و خورمگردانی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم باید سهم گذاریم. در جریان ملاقات رئیسان محله های شهر وابسته به حل یکقدر مشکلات به رئیس شهر پنجاکنت، وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت عبدالخالق خالقزاده سوال و درخواست های خیش را پیشنهاد کردند. رئیس شهر اظهار داشت که برای حل مسئله هایی که اینجا به میان گذاشته شد، همچون وکیل ولایتی تدبیرهای مشخص را راه اندازی نموده، در همکاری با رئیسان محله ها، صاحب کاران و شهروندان سخاوت پیشه ما می توانیم شهر باستانی پنجاکنت را باز هم آباد و زیبا سازیم و با این تدبیرهای سازندگی برای استقبال جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان حصه ارزشمندی خود را گذاریم. گزارش صبرین اکرم و خیام جورایف و شهباز قربانوف. برنامه را ادامه می دهیم. در زمینه سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان معیوبان از امتیاز و همخواری ها برخوردار می شوند. در شهر پنجاکنت با اشتراک نمایندگانی وزارت و اداره های دخلدار مشورت برگزار کردید. متوجه باشید با گزارش خبرنگاران ما. با شرافت سیاست عقلانه و دوراندیشانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان معیوبان چون قشری آسیب پذیر جامعه زیر غمخواری دولت و حکومت کشور قرار دارند. در مشورتی که با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکنت و اشتراک نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت مملکت، تشکیلات های جمعیتی معیوبان جمهوری که در دایره عکس راهپیمایی نقلیاتی به منطقه های ولایت سوخت سفر میکنند برگزار شد. اساساً پیرامون مسئله های مربوط بهتر نمودن شرایط معیشی معیوبان تحلیل و بررسی گردید. در مشورت از جمله ذکر شد که جمهوری تاجیکستان همچون جزئی جامعه جهانی سندهای بین المللی مربوط به حقوق های معیوبان و تامینات اجتماعی آنها را اعتراف نموده، اساس های حقوقی تامین حفظ حقوق آنها را آماده نموده، اید به وجود آوردن محیط دسترس برای شخصان امکاناتشان محدود برنامه دولتی قبول شده است و جهتی با تصویب رساندن کنوانسی سازمان ملل متحد درباره حقوق های معیوبان آمادگی دیده می شود. تاکید شد که عین زمان در شهر پنجاکنت 5200 نفر معیوبان از جمله 947 نفر کودکان معیوب بسر می برند و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر برای غمخوری فرا گرفتن آنها تدبیرهای عملی می اندیشند. در خاتمه مشورت معاون رئیس شهر ارکین خوشبخت‌زاده با حاضرین اطلاع داد که رهبریت شهر شخصا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برای باز هم بهتر نمودن سطح زندگی و افزون کردن غمخواری ها به معیوبان چاره های الوگی می اندیشد.
ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. با اقدام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند و مردم سخاوت پیشه دهه ورزی کنده جماعت دهاتی لایق شیرعلی، منفرشسازی 2.7 کیلومتر روی دهه پورا بانجام رسید. هنوز یک ماه پیش زمین سفری کوری به شهری پنجکند، رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده با منفرشکنی روی دهه ورزی کنده آغاز بخشیده بودند. آبادانی و سازنده کاری ها از جمله منفرشکنی روحی مذکور در دایره کارهای سبز و خرمگردانی به مناسبت سنه فرخنده 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان منفرش کرده شد. پس از یک ماهی کارهای تعمیر و ترمیم 2.7 کیلومتر روحی دهه ورزی کنده جماعت دهاتی لایق شیرعلی پور را منفرش گردید. رهبریت ولایت و شهر هر بار در رفت سفر کاری همیشه تاکید میکنند که همه باید سرجام شده از یک گریبان سر برآورده، اهلانه و اخلانه در آبادی دیاری عزیزمون باید سهمگذار باشیم. مورد به ذکر است که روحی دهه ورزی کنده جماعت دهاتی لایق شیرعلی با مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر، سهمگذاری ساکنان محلی و صاحبکاران منفرش کردید. باید گفت که مردم سربلند و با فرهنگ و با مدنیت شهری بوسانی پنجکند برای آباد و زیبا و خورم گردانیدن محله و کوچه ها و راه ها دست جمعانه و متشکلانه به کارهای بنیادکاری با حسی بلند وطن دوستی کمری همت بسته جشن تاریخی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل می نمایند. مطابق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند، سالی روان در مجموع 26 کیلومتر راهوی محلی منفرش می شود و همزمان برای بهتر نمودن حرکت واسطه های نقلیات تدبیرهای الوگی اندیشته خواهد شد. تحت ریاست معاون رئیس شهری پنجکند مراد شکرزاده جلسه نوبتی شورای جمعیتی نزد رئیس شهر برگزار کردید. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. در جلسه نوبتی شورای جمعیتی نزد رئیس شهری پنجکند که با دستور رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده تحت ریاست معاون رئیس شهر معاون رئیس شورای جمعیتی مراد شکرزاده با اشتراک نمایندگان حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌ها، تشکیلات و سازمان‌های جمعیتی برگزار گردید. اساساً مسئله‌های بروزنامه آن وارد گردیده مورد تحلیل و بررسی و وظیفه‌گذاری‌های نوبتی قرار گرفت. در جلسه شورای جمعیتی حاضرین گزارش نماینده شعبه معارف را درباره قانون جمهوری تاجیکستان اشتراکیان جلسه شورای جمعیتی گزارش نماینده شعبه معارف را درباره مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و کودک نماینده بخش کار با دین و تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند را پیرامون قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان اینچنین سخنرانی سروری تشکیلات جمعیتی نوری امید سلامت ایازوا که طول 10 سال و همکاری با شریکان رشد را در مد اول گذاشته لایحه‌های گوناگون را وابسته به سمت دستگیری کودکان امکانات محدود داشته تطبیق نموده در احیای هنرمندی سهم کلان گذاشته و اینچنین بخشی اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان در شهر پنجکند و دیگر تشکیلات و سازمان‌های جمعیتی سخن گفتند. در فراورد جلسه معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده اشتراکیان جلسه را با نقشه شورای جمعیتی در نیم ساله دوم سال روان شناس نمود و نقشه تصدیق کرده شد. با مقصد آمادگی به سال نو تحصیل در مؤسسه های تعلیمی جماعت دهاتی یوری تدبیرهای مشخص عملی می شود. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما محمدیف خیبولو توجه نمایید. وابسته به دستور هدایت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان بهری سزاوار پیشواز گرفتن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادکاری و سازندگی در شهر و دهات شهر پنجکند ادامه دارد.
رابطه به این موضوع ساکنان دهه ویستی جماعت دهات یاری با ساخته به استفاده دادن 7 پول ماشین گذار که اهمیت محلی داشته هر یک پول با ارزش زیاده از 100 هزار سومانی بنیاد گردیده مشکل ساکنان دهه های زدی و میندانه و ویشیز را آسان نمود. در این روند ساکنان دهه مذکور تصمیم گرفتند مؤسسه تسلط میانه عمومی رقم 85 دهه را که سالهای 63 قرن گذشته ساخته شده به تعمیر کپیتالی نیاز داشت، جواب به غمخواری های معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تا سال نوی تحصیل پر را از تعمیر کپیتالی برارند. مردمی دهه ویشیست از جمله کلکتیو آموزگاران ماموریت مؤسسه تسلط میانه 85 دهه ویشیست با مقصد جواب به غمخواری های پیشوای ملت که بارها تاکید نموده بودند آید پیش آبادی و سازندگی تصمیم گرفتند که بهر آبادانی دهه کارهای زیادی رو از حساب سخاوتمندان مردم دهه تشکیل نمویند. از جمله سال 2019 در مؤسسه 2 سیلخانه ایلاوگی با دستگیری سخاوتمندان مردم دهه سال 2021 به مبلغ نزدیک 70 هزار سومانی تالار ورزشی ساخته به استفاده داده شد و عین زمان مردم دهه برای آماده نمودن مؤسسه ای که سال 1963 به طریق حشد ساخته شده بود برای آبانده نمودین آن و سال تحصیل آینده یعنی 2024 و سال 2025 تصمیم گرفتند که مؤسسه را به یک مؤسسه زمانوی تبدیل دهند. باید یاد راست شد که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 85 برای تعلیم و تربیه نسل نوراست سهمی باسزا داشته ختم کنندگانش امروزها در ساحه مختلف خواجگی خلق کار و فعالیت دارند. چه خیلی که رئیس محله ویشیست حاجی ایوب ابوالحیف قید میکند حالا نقشه ها بهر سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاد است. منم یک سهمومای بردانیم در همین دیار در همین دولت حکومت زیاده از 5 پول ساختیم که با مبلغ 400 هزار سومانی ارزش دارد و تصمیم گرفتیم که در همین سال باید به مناسبت 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان همین مکتب هم باید گویا که از نو تعمیر کرده استاده این هم با مبلغ زیاده از 100 هزار سومانی از حساب خلق چم کرده ما همین بود کرده استاده که تا همین 35 سالگی تا یکمی سپتامبر ما همین رو بر کار استفاده دیم. شکری همین تینجی، شکری آرامی، آسایشتگی وطن که همین چیزا همیش حسابی وای میشد آسایشتگی. اگر آسایشتگی نباشد، جنج باشد، جنجال باشد، نه مبلغ میشد، نه در این سیبان کس نمیرسد. هزاران هزاران همین دولت با همین وای با حکومت با شکر که همین تینجی هست و آرامی هست و آبادی هست. تا به امروز طبق نقشه سال 2021 با اقدام سابق سرور مؤسسه حسین بای رحیموف 2 سینفخانه ایلاوگی 1 وردشگاه بالا پوشیده به طریق حشر ساخته به استفاده داده شده بود. امید است ساکنان دهه ویشیست جماعت دهات یاری با دستاوردهای نظررس 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را پیشواز خواهند گرفت. بینندگان عزیز در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما در روزهای استراحتی استراحتی خوش و با فراغت و سلامتی را خواهانیم. خیر شاد پیروز باشید.